در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوالهایی که سه‌شنبه 17 محرم الحرام از معظم الله پرسیده شد درباره حکم فروختن قبر بود. پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. نه، تنها یک جا جایز فروختن، و آن کسی یک جای خونه خودشو که ملکشه اینو قبرستان کرد، قبراشو زمیناشو میفروشه، اشکال نداره چون مالک. اما فروختن قبر مثل فروختن زمینای دیگه که جایز میشه. الارض لله و لمن عمرت، مقبره کردن تعمیر نیست تا اینکه مالک بشه طرف. حالا علا کلن اگر وقفه که جایز نیست مگر به مصلحت وقف باشه فروختن، اگر غیر وقف هم هست که نه، زمین اشکال نداره. ما تو عراق که بودیم، تا بودیم حالا نمیدونم، حتی نجف اشرف وادی السلام با اون عظمت کربلا وادی ایمن، حتی حکومت ها تا من عراق بودم برای قبر پول نمی گرفتن، یه پولی به اونی می دادن که می کنه دفن می کنه، دفان می گفتن بهش. حالا نمی دونم، خلاصه نه، فروختن زمین خدا برای که کسی دفن کنن این جایز نیست. عرض کردم عثمان اول کسی بود که زمین به این و اون داد، قطایع عثمان تو نهج البلاغه هم هست، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اون اوائل که مردم باهاشون بیعت کردن، توی یکی از خطبه هاشون شاید والله داشته باشه قسم خوردن که این قطایع عثمان من برمیگردونم به بیت المال، چون حق نداره رئیس حاکم زمین به کسی هدیه بده یا بفروشه. زمین مال خداست، ولی من عمرها. در نشست علمی سه‌شنبه 17 محرم همچنین سوال‌های مختلف دیگری درباره عدم جواز اذان گفتن قبل از وقت، حکم عدالت برای امام جماعت، حکم طلاق دادن زن عقیم، مسئله قیام مختار و حکم نفش قبر پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی دامظله به یکایک سوال‌ها با سعه صدر پاسخ دادند. لازم به ذکر است تنها محفل علمی که افراد مختلف با افکار و عقاید متفاوت انواع سوالهای خود را از بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله میپرسند و پاسخ علمی دریافت میکنند، به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان انقلاب، کوچه 6، رأس ساعت 12:15 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت زنده از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.